اینها کارکنانی هستند که از 5 صبح تا 9 وقت شب در این محل استفاده میشن تا کار برای خود پیدا کنند. اما چیزی که اینها را رنج میده نبود زمینه های کار است که وادارشان میکنه تا به کشورهای بیرونی برند. برای این باشندگان کشور پیدا کردن کار در نواخر رویا شده است. در میان آنان افراد تحصیل کرده نیز به چشم میخورد. یک تن از این جوانان که سند لیسانس به دست دارد میگوید با نمرات بلند از دانشگاه سند فراغت به دست آورده، اما 2 سال میشود که در بیکاری به سر میبرد. سومین بار از دانشگاه فارغ شدیم. 2 سال میشه که من پشت کار میگردم. در هر شعبه ای که من میروم فرم پر میکنم، مرا میگه که واسطه داری یا نداری. اگر نداری میگه فرم پر نکن. من فرم پر میکنم و اگر شالیس بکنه زنگ بزنم. فقط در شالیس کردن باید واسطه بکنی، در خلاص کار گرفتن باید واسطه بکنی، در امتحان باید واسطه بکنی. من روزانه تا بارستان تا چوک میرم آسکریم سودا میکنم و اگر روزمز برای هیچ رقم دولت مردم عادت داده، مردم عادت که من تو میکنم، من تو میکنم اردو شال در پاچه کل مردم خوار غریب. این شهروندان که بیشترشان نمیخواستند در مقابل دوربین ما سخن از بیکاری بزنند، شاید هم از این که بارها از سخن زدن از بیکاری به حکومت خسته شده باشند و یا هم شاید به خاطر این که از گرسنگی حوصله سخن زدن را در مقابل دوربین نداشته باشند. ولی تعداد از این کارکنان که حاضر به مصاحبه با ما شدند از افزایش بی حد بیکاری سخت انتقاد میکنند. میگویند در 30 روز یک روزان میتوانند برای خود کار پیدا کنند، باقی روزها را در بیکاری به سر میبرند. خواستم از حکومتی است که کار برای ما پیدا کنه، یک کار بار باشه. اینجا مردم اینمی کالی کلگی کاریگر از بیکار میمانه، هر روز بیکار میمانه. کلش دروغ بود، کلش مار بازی داد. ما اینجا بیکار میمانیم، کرای رای خانه را نداریم که دوباره خانه بریم. دموری ما زن ما اولاد ما میگه که بر ما چی آوردی؟ میریم میایم اک بیکار. همزمان با این وزارت کار امور اجتماعی و شهدا و معلولین، یکی از عوامل افزایش بیکاری در کشور را قطع کمک های کشورهای خارجی به کشور خوانده، از تلاش ها برای کاهش بیکاری خبر می دهد. قوانین کار ما بازنگری کردیم، موارد بسیار جدی را تغییرات آوردیم، یعنی گفتم میتونم در حدود 80% ما قانون کار را تغییر دهش آوردیم و موارد بسیار خوب جا داده شده. مشخصا موضوع قراردادها که در سابقه ها مخصوصا ادارات خصوصی که با کارمند خود قرارداد امضا میکنن بسیار نواقص داشته، مثلا مسئولیت یک کارمند بسیار مهم است. جز وعده های دروغ و وعده هایی که به خاطر کسب آرای مردم و استفاده از مردم افغانستان دیگه چیزی نبوده و رئیس جمهور که وعده کرده وعده های کمپاینی بوده، اما به نظر من زمینه برش نیست. حالا شما ببینید وقتی که رئیس جمهور میگه که من 1000 نفر، 10000 نفر، 100000 نفر هم زمینه کار روش باید، از کجا؟ ترین و بنیادی ترین کارها انجام میشد که ما امروز شاهد از این بودیم که کاریابی برای جوانان و زمینه کار برای مردم افغانستان بیشتر مساعد میشد، که در این زمینه دولت متاسفانه کندکاری هایی داشته که حالا ما شاهد هستیم که میبینیم فرار جوانان ناشی از امی مسئله. با این همه بر بنیاد گزارش ها 22.6% شهروندان کشور به گونه مطلق و نیز 16.4% به گونه نسبی بیکار هستند.